أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبقى الحق وبطل ما كانوا يعملون فعلبوا هنالك وانقلبوا صاعدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا و توفنا مسلمین. در جریان عصای موسی سلام الله علیه نقل های متفاوتی است. ایشون دلیل قطعی بر اعتبار هیچ کدام از اونها نیست، در حد احتمال مطرح است. یکی اون که این عصا از زمان آدم سلام الله علیه به انبیا رسیده است، دیگر این که فرشته در بین راه یه همچه عصایی را به موسی کلیم عطا کرده. اینها دلیل قطعی بر ورود اونها نیست، در حد احتمال است. مسئله بعدی گرفتن عصا در دست است. گفتن اگر کسی سنش به 40 سال رسیده است، شایسته است عصا در دست بگیرد. در رساله سیر سلوکی که منسوب مرحوم بحر العلوم رضوان الله علیه است، ایشون برداشت لطیفی دارد. وای است که برابر این نقل که من بلغ 40 ولم یتعصب فقد عصا، اگر کسی سنش به 40 سال رسید عصایی در دست نگرفته است، عصیان کرده است. می فرماید برای آن است که مستحب است که مسافر عصا داشته باشد. گرچه انسان همیشه مسافر است، ولی وقتی سنش به 40 رسیده است، این سفر او دیگه رسمی تر خواهد شد، سفر آخرتش رسمی تر است. و انسان 40 سال باید محتاط تر از قبل از 40 سال حرکت کند. پس اصل نقل این است که اگر کسی سنش به 40 سال رسید عصایی در دست نگرفته است، این عصیان کرد. ناظر به آن است که برخلاف احتیاط حرکت می کند، این محتاطانه باید با عصا حرکت کند. این اصل نقل. برداشتی که در اون رساله سیر سلوک منسوب به بحر رضوان الله علیه است این است که این ناظر به آن است چون یک از سنن سفر عصا دست گرفتن است. این مطلب اول که مستحب است مسافر عصا داشته باشد. مطلب دوم این که انسانی که سنش به 40 سال رسید سفر او رسمی تر خواهد بود. همگان مسافرند، ولی وقتی سن به 40 سال رسید سفر دیگه روشن تر است و مسافر باید عصا دست بگیرد. از این جهت گفته ای کسی 40 سال شد و عصا دست نگرفت، برخلاف احتیاط حرکت میکنه. و معنای عصا دست گرفتن یعنی با احتیاط حرکت کردن. مطلب بعدی آن است که مرحوم امیرالاسلام در مجمع فرمودند به این که این سحر و اعیان ناس و سرحب و هم دلالت دارد بر این که سحر حقیقتی ندارد، فقط در محدوده چشم اثر میگذارد، چشم بندی. در خلال بحث‌های قبلم به عرض رسید که این استدلال ناتمام است، برای اینکه این یک قضیه فی واقعه و قضیه شخصیه را در نظر می‌گیرد. جریان سحر سحره فرعون اینطور بود، اما همه انها و اقسام سحر همینطور است. هیچ سحری واقعیت ندارد، اون را نمی‌شه از این جریان استفاده کرد. ممکن است بعضی از سحرها واقعیت داشته باشد، بعضی از سحرها واقعیت نداشته باشد. غرض آن است که مدعا در حد احتمال حق است، ولی دلیل دلالت ندارد. دلیل یک قضیه است واقعه و اطلاقی یا عمومی قبل یا بعد این مطلب نیامده. گاهی ممکن است ذات اقدس الهی داستان شخصی را ذکر بکند، بعد سنت خود را در پایان او یادآوری کند. مثلا در جریان هستی یوسف سلام الله علیه که او را به جزای خیر رسوند، اونگاه در پایانش که ما تزالکه نجز المحسنی، این معلوم شد اصل کلی. یا در باره بعضی از انبیا و اولیای دیگر وقتی قصه ایشون را نقل کرد، همون تزالکه نجزی من عبادن المؤمنی،
این بیان یه سنته. اما در جریان سحر سحره فرعون نفرمود به این که هر سحری چشم بندی، فرمود اینا سحر و اعین الناس و استرهبوهم. یا در سوره طه فرمود یخیل الیه من سحرهم انها تسعا. اما همه اقسام و انهای سحر این است، این که از آیه استفاده نمی شود. ممکن است سحر غیر از جریان تلقین و غیر از جریان تخییل و غیر از جریان توهم یه واقعیت خارجی هم داشته باشد، در بعضی موارد اثر بگذارد، نظیر اون چه که در کریمه یفرقون بهی بین المرء و زوجهی و ما هم بزارین بهی من احد الا بزن الله. حالا به وسیله سحر بین زن و شوهر خدا ناکرده ممکن است اختلاف ایجاد کنند. این دو جور است، یه وقتی در اثر تلقین به طرفین است، یه وقت است ممکن طبق علل و عوامل خارجی باشد. اینه که اگر انسان خود را به ذات اقدس اله بسپارد و محبت این را قرائت کند، ممکن است از آسیب سحر مسون بماند. منظور آن است که آیه نه عموم دارد نه اطلاق که جمیع انها و اقسام سحر را شامل بشود. پس این استدلال مرحوم امیر اسلام ناتمام است. اما در آیه فمازا تأمرونی که قبلا بحثش گذشت، یعنی آیه 111 همین سوره مبارکه اعراف، این بود که قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فمازا تأمرون. این مازا تأمرون چند احتمال دارد. یکی این که خود اشراف ملأ فرعون به یکدیگر گفتند مازا تأمرون، که اینجا تأمرون از باب اعتمار و معامره و مشورت است، چه این که در سوره مبارکه طلاق معامره و مؤتمر به همین معنا آمده. آیه 6 سوره مبارکه طلاق این است که و ان کن اولات حملن فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن فان ارضعن لکم فآتوهن اجورهن و از همه رو بینکم به معروفین. مؤتمر این کنفرانس ها و سمینار که تبادل نظر میشه، مشورت میشه، اینا میگن مؤتمر، که اصلش برابر آیه 6 سوره مبارکه قرآن است. فرمود اعتمار کنید. این اعتمار که باب افتعال است در اینجا معنی مفاعله را میدهد، مثل گاهی اختصار معنی مخاصمه است، این همین قسم اختصار است. اعتمار کنید یعنی تآمر داشته باشید. تآمر داشته باشید یعنی با دیگر مشورت کنید و تمیرو بینکم. از این جهت این کنفرانس ها یا کنگره ها یا سمینار ها میگن مؤتمر. خب اینجا که فرمود مازا تأمرون یعنی شما نظرتون چه، نظر مشورتیتون چه. احتمال اول این است که خود ملع و اشراف با یکدیگر در میان گذاشتن قهرن، این مازا تأمرون یعنی در جلسه مشورتی نظر شما چه. احتمال دوم آن است که اشراف و ملع فرعون به شخص فرعون گفته باشند که مازا تأمرون شما امرتون چیه. اینجا امر ها معنی خودش هست، منتظر جمع آوردن این است که برای احتشام و تعظیم و تکریم گفتن مازا تأمرون. این یه مقدار بعید است، اگر نظر شریفتون باشه در متول این حرف هست که در متکلم مع الغیر به مانند آن جمع به جای مفرد به کار برده می شود، مثل انا نحن نزلنا ذکر، انا کذا، انا کذا، که ذات اقدس اله در قرآن کریم از خود یاد بکند، یا بزرگان از خودش رو بگن ما این چنین گفتیم. ولی در ضمیر خطاب این چنین نیست که برای تعظیم و تشریف و تکریم در عربی مثل فارسی ما به شخص خطاب جمع بکنیم. در فارسی به شخص میگیم شما، به جای اینکه بگیم تو میگیم شما. ولی در عربی میگن این جزء اصطلاحات مولدین است، اونطور که تو متول آمده، یعنی محدثین و متأخرین و اینا این حرف رو میزنند، وگرنه ریشه ادبی پیش قدما ندارد که ما به عنوان تجلیل و تکریم یک شخص به او بگوییم کم. لذا در تمام زیارتنامه ها میبینید همه انبیا و اولیا را مفرد حساب بکنیم، بگیم السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا السلام علیکم نمیبینید. این میگن جزء اصطلاحات مولدین و متأخرین است. ما در جای داشته باشیم که به عنوان تجلیل، به عنوان تکریم ضمیر خطاب جمع به جای مفرد به کار رفته باشد، میگن نیست یا کم. بنابراین احتمال دوم این محضور رو دارد.
احتمال سوم آن است که گوینده خود فرعون باشد. فرعون گفت که شما چی امر میکنید که برابر با سوره مبارکه شعرا باشد، به قاله در تقدیر باشد، یعنی زمینش هم به فرعون برگردد، مازات امرون هم قهرم ولی معامره و وعتم رو بینکم و امثال دارد. این درباره مازات امرون. اما از این که سحره فرعون بعد از شکست گفتن نآمن و رب العالمین رب موسی و هارون، این برای چند نکته است که بعض از نکات قبلا گذشت و این است که تفسیر بعد از اجمال است، تبیین بعد از مثلا متن است، شرح بعد از متن است و یکی هم برای تعظیم قضیه است. مبادا فرعون خیال بکند که این رب خود اوست، چون خودش مدعی بود میگفت انا ربکم الاعلا، مبادا بگوید این که سحره گفتن آمنا و رب العالمین منظورشون منم چون ما علمت لکم من اله غیری یا انا ربکم الاعلا. اونا برای توضیح گفتن رب موسی و هارون. یکی برای تعظیم است، مثل این که ما بگیم ذات اقدس اله رب العرش العظیم است، اون ربی که توانست موسی بپروراند، اون ربی که توانست هارون تربیت کند، اون ربی که میتواند عرش را نگهداری کند. در همین بعضی از دعاهای سماط و دعای نطق و اینها ربوبیت ذات اقدس اله نسبت به انبیا و اولیا جداگانه مطرح می شود. این برای تعظیم قضیه است، خدایی که همچه بنده ای دارد. رب السماوات است، رب الارضین است، رب العرش العظیم است و مانند آن. لذا رب موسی و هارون هم از همین سنخ است. این انسان ها کامل مستحضری که از آسمان ها و زمین و مراتب بالاتر. خب مثل بعدی آن است که وقتی سحره فرعون دیدن این از سنخ سهریست و فهمیدن که معجزه است ایمان آوردن، فرعون شروع به تهدید کرد، هم اونا رو تهدید کرد هم بنی اسرائیل تهدید کرد. کاری که موسی کریم سلام الله علیه کرد این نبود که فناوری سحر را ساحران گرفته باشد که اونا نتونن سحر بکنن، اونا کارش را انجام دادن، برای اینکه اگر اونا در میدان مسابقه کار را انجام نمی دادن تماشاچی نمی توانست داوری کند. می گفت که اینها خودداری میکنند یا مثلا از یک سنخن، اما وقتی فناوری کردن سحرشون را نشون دادن این سحر موجود را باطل کند، اون می شود معجزه و در نفوس بیشتر مؤثر است. لذا اصل علمیت و فناوری را ابطال نکردن، این سحر واقع شده خارجی را باطل کردن. ایمانی را که سحر آوردن، فرعون گفت به این که آمنتم بهی قبلا آذن لکم، که این به زبان انکار و استنکار امثال دارد. ذات اقدس اله همونطوری که در قرآن کریم حرفش این است که کسی نمیتواند ایمان بیاورد مگر به اذن خدا، که در سوره یونس و که در سوره آل عمران این مضمون هست که به ما کان لنفسنا تؤمن الا باذن الله، در سوره یونس هم هست، در آیه 145 سوره آل عمران هم هست که در سوره آل عمران به این صورت آمده به ما کان لنفسنا ان تموت الا باذن الله کتابا معجلا و من یرد ثواب الدنیا نؤتی منها. در سوره یونس به جای تموت مسئله تؤمن دارد و ما کان در نفس ان تؤمن الا باذن الله. خب اون اذن تکوینی، چون اذن تشریعی را ذات اقدس اله به همگان داده است، همگان را به ایمان امر کرده است، نه تنها اذن داد بلکه امر کرد. یه عده ایمان می آورند یه عده ایمان نمی آورند، اما اون کار تکوینی بالاخره به اذن خدا، چون ممکن نیست چیزی در نظام تکوین اتفاق بیفتد و اذن خدا او را همراهی نکند. فرعون هم یه همچه دائیه ای دارد، منتها در اینجا به لحاظ تشریع میگوید، میگوید من باید فرمان بدم شما باید ایمان بیاورید، بدون اجازه من چرا ایمان آوردید. منظورش که اذن تکوینی نیست، چون میدوند به اینکه اذن تکوینی او در کسی اثر نمی کند. قبل از دستور من چرا ایمان آوردید؟ قال فرعون آمنتم به قبلا آذن لكم ان هذا، یعنی این صحنه ای که شما چوبها و تنابها را انداختید، او هم عصای خود را انداخت و بساط سحر را باطل کرد، یه توطئه از پیش تعیین شده بود به اصطلاح. یعنی شما قبل از اینکه از مصر یا از این شهر اسکندریه خارج بشوید، در داخل شهر یه نشستی با هم داشتید، همش توطئه کردید،
حالا که در خارج محدود شهر این تحدی و مبارزه و مسابقه به عمل آمده، شما پیاده کردید اون توطئه‌ای که در شهر تعیین کردید. ان هاذا لمکر مکرتموه فی المدینه، منظورتون هم کشورگیری و کشورگشایی بود. منظورتون این بود که در شؤون داخلی این کشور به اصطلاح دخالت بکنید، مردم از این سرزمین بیرون بکنید، یعنی بنی اسرائیل را اینجا حاکم بکنید. لتخرجوا منها اهلها، کسانی که اهل این سرزمینن، مالک این سرزمینن، اینا رو بیرون کنید و خودتون تصاحب بکنید. خب این برای تهییج افکار عمومی بود. اونگاه تهدیدها رو شروع کرده، فصوبه تعلمون، چون خطابش به سحر است، گفت شما در آینده نزدیک می همه دن با شما چه می کنن. اون کاری که می کنم این است، لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، دست راست بعضی با پای چپ او و دست چپ بعضی با پای راست او را قطع، بعدم به دار می آویزم که عبرت دیگران باشه. لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف ثم لاصلبنکم اجمعین، همه شما رو این کار میکنم. حالا این اجمعین یا وصف برای همه است یا وصف برای همه در داغستان، بخیر همه این کشته ها رو من به دار میکشم تا عبرت برای دیگران باشه، کسی از شما ها رو ما باقی نمیده. اونا دو تا حرف زدن، قالوا انا لربنا منقلبون، ما یه تحولی داریم به طرف خدا منقلب میشویم. انا لله و انا الیه راجعون، این انا لله و انا الیه راجعون یه پیام دارد، یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء ثم الیه تقلبون یه پیام دیگری دارد. اون ظاهرا دستور مبارکه فرقان است، اون که یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء ثم الیه تقلبون، اون پیامش ظاهرا عمیق‌تر از پیام انا لله و انا الیه راجعون است، چون انا لله و انا الیه راجعون یه مطلب است، ثم الیه تقلبون یه مطلب است. ما تا اونجا که میتوانیم با ظاهر حفظ بکنیم، اگر یه وقتی برهان عقلی برخلاف بود، نظیر ید الله جا عرب بوچه و مانند آن، خب البته این با محکمات برمیگرده. شما اگر یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء ثم الی ربکم تقلبون ثم الیه تقلبون، اون رو که بررسی کنید میبینید معنای اون آیه با انا لله و انا الیه راجعون خیلی فرق است. انا لله و انا الیه راجعون به طرف اون رجوع میکنیم، این یک. یکی اینکه میگیم ما به سمت او منقلب میشویم، انقلب الیه یعنی چی؟ یعنی به سمت او حرکت کرد. ممکنم که واجب نمیشود، بندم که خدا نخواهد شد، هم او محاله هم آیه ای رو نمیگوید. ثم الیه تحشرون یه مطلبه، یعنی همه تون به طرف ذات اقدسه را جمع میشوید، اون معنی روشنی داره. انا لله و انا الیه راجعون هم یه معنی روشنی داره. اما یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء ثم الی ربکم تقلبون، اینجا تنقلبون نیست، تقلبونه. به هر تقدیر اون سوره مبارکه رسیدیم بود معلوم میشود. اینجا هم تمد به این که و انا الى ربنا منقلبون، انقلب الى رب. تا اونجا که منع عقلی و نقلی نیست، ظاهر آیه باید محفوظ بمونه، انسان منقلب الى رب میشه. خب تا برسیم به اونجا ببینیم چی داریم. اونها گفتن انا الى ربنا منقلبون، این حرف خیلی بالاتر از حرف کسان است که انا لله و انا الیه راجعون. اینا چون کارشناس‌ترین سحره اون عصر بوده، اون عصری بود که ابن سحر رواج داشت. قبلا هم اشاره شد طبق بیانی که در علل و شرایط وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سر تنوع معجزات را ذکر کرد، که چرا معجزات انبیا در اعصار گوناگون متنوع است. و اینکه پیشرفته‌ترین رشته هر فنی می‌طلبد که در همون رشته معجزه‌ای ارائه بشود تا صاحبان اون رشته به کارشناسان ارشد تشکیل دادن این معجزه است. وگرنه در عصری که طب رواج ندارد کسی بیاد مرده را زنده کند، خیال میکنن او یه طبیب کاملی. اما وقتی که طب به اوج خود رسید کسی بیاد مرده را زنده کند، کارشناسان ارشد پزشکی میفهمن این سنخ سنخ طب نیست، این تونیست هم درس بخواند بتواند مرده را زنده کند. در جریان سحر هم به شرح، وقتی سحر به اوج خود رسید
انسان بیاید با انداختن عصای جلوی همه سحرها و سحر همگان را بگیرد، معلوم شد سنخ سحر نیست. لذا این کارشناسان ارشد سحر فهمیدن این سنخش معجزه است. حرف اونها هم خیلی بلند. اینی که ذات اقدس اله درباره گروهی از اهل کتاب به عظمت یاد میکند، زمن اهل کتاب امتون قائمتون، خیلی تجدید میکند. ولی نفس الله تعالی آخرین میگوید از پیشینیان خیلی به عظمت و نیکی یاد میکند، برای همین جهت است که من اهل کتاب امتون قائمت. خب این احترامی که ذات اقدس اله برای مؤمنین به انبیای سلف گذاشته است، برای آنکه در بین اونها یه همچه افکاری بود. نه کسی که توبه بکند، وقتی که توبه کرد حق را پذیرفت، با همه لذائذ گفت عین لنا لعجزن ان کنا نحن الظالمین و انکم لمن المقربین، اون هم پاداش. در برابر اون پاداش این همه تهدید، همه تحمل بکند حق برش روشن بشود. بله، حالا اینها آمدن بررسی کردن جنت، چون موسی کریم بارها برهان قام بشد. وقتی فرعون به موسی و هارون سلام الله علیهم خطاب کرد من ربکم و یا موسی، قال ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، با این آیه کوچک به اون نظام فاعلی و قائی و داخلی همه ماسوا اشاره کرده. نه، منظور اینه که این حرف پیچید، اینطور نبود که دو نفر زیر گوش نجوا بکنن، که در جمع درباریان این سوال شده. بعد آمده موسی گفتن تو چی گفتی، به فرعون گفتن تو چی شنیدی، این حرف در مهد پیشی. و موسی کریم مرتب موعظه میکرد، برهان قام میکرد، ادله قام میکرد، همیشه دست و اسانه بود، دست و اسانه اون موقع ضرورت بود. این حرف ها بود، مدت هایی بود که به این فکر افتادن. درباریان به فرعون گفتن یه علاج بکن، این همطور داره تبلیغ میکنه. گفت چه کنیم؟ گفت خب تو هم بفرست سحره رو از سراسر کشور مصر جمع بکن بیاد. این هم از اسکندریه و غیر اسکندریه هر جا ساحر کارشناس رو جمع کردن رو بودن. بعضی این که اینا به سطوح آمدن گفتن دیگه افکار و موسی داره رواج پیدا میکنه، چرا علاج نمی کنی؟ گفت چه کنیم؟ گفتن ارسل به مدائن هاشمی یعتو به قول ساحر علی. معلوم شد صدا و تبلیغ و دعوت پیچی. خب اونها آشنا شدن که موسی چی میخواد دیگه. منتها فکر میکردن که موسی یه ساحر برتری، یه سحر بزرگتری هم ارائه میکنند. بعد دیدن اصلا سنخ سحر نیست. خب خود ساحران میفهمند به اینکه اون از این سنخ هست و برتر، یا نه اصلا از این سنخ نیست، گوهر دیگری. اینها به دنبال عجل آمدن، به دنبال مقرب الخاقان شدن آمدن، این تشویق ها رو دریافت کردن. اون خطر هم اینا رو تهدید میکرد. کسی از همه مزایای پاداش بگذرد لله، همه خطرات را تحمل کند لله، اونگاه چشم دلش باز می شود. در جریان عاشورا اینطور نبود که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه اون مقامات اینها را در همون تلیه امر نشان سربازا داده باشد. که بعض اینکه تلخی ها و سختی ها را آزمودند و مشخص شد و شب عاشورا شد و بعد تحمل اینا با من کار دارند و با شما کار ندارند و فردا غیر از مرگ خبری نیست، هر که باشد کشته می شود و زن و بچه هم بسارت می روند، اینا با من کار دارن، من الانم بیعتم از شما برداشتم. یعنی اگر اونا می رفتن اهل جهنم نبودن، چون امام نه تعارف می کرد و نه معاذ الله اغراق و مبالغی در کارش بود. فرمود برید، اگر می رفتن اهل جهنم نبودن، چون به اذن امام زمانشون رفته بودن. فرمود برید دست این بچه هاتون هم بگیرید ببرید، برای که اینا به اسارت نروند. اینجا روستا فراوان راه هم یه طرف است، آمدن به کربلا ممنوعه اما رفتن کاملا آزاده، هر کی بخواد بره کاملا راهش میده، آمدن ممنوعه. اینجا هم روستاهای فراوان دارد، قاضریه دارد، نینوا دارد، کذا و کذا و کذا، بر جاده هم هست، نزدیک رودخونه هم هست، ببری. همه گفتن از اون به بعد که این مردها و اون زنها گفتن نموت و معک، از اون به بعد ذات مقدس حسینی سلام الله علیه جای اینها رو به هم نشون داد. همون حالا نگاه کنید بین انگشتان من این چی ببینید، اونا جا خودشون در بهشت دیدن. اگر کسی تا اون حد نه اینکه امتحان بکنن، با اعتقاد نه با امتحان، نمیدونستن چه حادثه پیش میاد که بعد حضرت نشون داد. اگر کسی بگذرد ذات اقدس اعلامش نشون میده، تو خود حجاب خودی،
خب اینها واقعا گذشتن. الغی از سهرت و ساجدین نشون میداد که مجذوبانه سجده کردن دیگه، ندارد که سجدو که دارد الغی از سهرت و ساجدین نمیشه، میشه مجذوبانه سجده کردن دیگه. اونگاه به چنین گروهی میشود چیزای نشون داد. قال و انا لا ربنا منقلبون، این به مراتب بالاتر از انا لله و انا اليه راجعون است. نه جریان سامری اونا خیلی بعد است، یعنی بعد اینکه این صحنه ها گذشت و جریان دریای نیل هم گذشت اون مراحل بعد شد. خب بعد مستقیما به فرعون همین سحره فرمودن انا لا ربنا منقلبون و ما تنقم منا الا ان آمنا با آیات ربنا لما جاءتنا. یه تهدید متقابل هم هست. همین سحره در بحبوحه ضعف ظاهری مقتدرانه حرف میزنن به فرعون، میگن به اینکه میدونی با کی داری در میفتی؟ جرم ما همینه که تابع ربوبیت اللهی، تو با او داری در میفتی. مشابه اون جریانی که اصحاب اخدود داشتن در سوره مبارکه بروج آیه 5 به بعد آن است که از هم علیها قعود و هم علی ما یفعلون بالمؤمن شهود و ما نقم منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض والله علی کل شیء شهید. در حقیقت این گروه هم به فرعون فرمان به این که تو داری در حقیقت از خدا انتقام میگیری، برای اینکه ما جرمی نداریم مگر ایمان به خدا. و ما تنقم منا الا ان آمنا با آیات ربنا، بعد دیگه رو کردن به ذات اقدس اله، از کردن ربنا افرق علینا صبرن. ببینید نخواستن که خدای ما را نجات بده، رب نجینا توش نیست، صبر خواستن هم یعنی توفیق بده ما در این حادثه صابر باشیم تا آخرین لحظه که هستیم مسلمان باشیم. ربنا افرق علینا صبرن و توفنا مسلمین. این وصیت همه انبیا این بود که لا تموتون لا بنت مسلمون. این قبلا در سوره مبارکه بقره گذشت که مرگ که قابل نهی نیست، نیست اون قیدش قابل نهی است، وگرنه کل نفس ذائقه الموت. به انسان که نمیشد گفت لا تموت، به جمع که نمیشد گفت لا تموتون نه، اما یه قید اختیاری مرگ را همراهی میکنه که به لحاظ اون قید اختیاری قابل نهی است. میشد گفت که لا تموتون کفارا، لا تموتون کافرین، از همه لا تموتون الا بنده مسلم، بکشید مسلمان بمیرید. اینا هم برابر همون مطلبی که انبیاء ابراهیمی علیه السلام، یعقوب فرمود، ابراهیم فرمود، همه اینها فرزندانشون نصیحت میکردن لا تموتون الا بنده مسلم، به عزت یعقوب بنیه یا بنیه لا تموتون الا بنده مسلم. اینجا هم دارن که توفنا مسلمین. چنین گروهی از ذات اقدس اله درخواست رفاه نکردن، درخواست نجات نکردن، درخواست صبر کردن. این سحره را خب به هر کیفر تلخی بود رسیم، اوضاع این مقدار آرام شد، وجود مبارک کلیم خدا مشغول تبلیغ شد، دیدن اوضاع به هم خود باز. حالا چهارت ساحر ریشون کشتن، موسای کلیم به عنوان پیروزمند اون صحنه تحدی و مبارزه داره تبلیغ میکنه. همین اشرافیان و درباریان فرعون به فرعون گفتن فقال الملأ من قوم فرعون اتحذر و موسا به قوم همون یفتد و فرعرضه و یزرکه و آل حفظ. اینا الان دارن تبلیغ میکنن، اون مسائل دینی را دارن از مردم میگیرن. گرچه آل حفظ را اله حفظ و همسال زارک هم خونده شد، ولی ظاهرش این است که اینا یه ربوبیت اعتقادی عبادی داشتن، یه ربوبیت سیاسی. ربوبیت سیاسی مال خود فرعون بود که ان ربکم الاعلا ما ارمت لکم اله غیری. ربوبیت اعتقادیشون و عبادیشون مال اون بت‌ها بود که خود فرعون هم جده بت پرستا بود، گفتن معبودا اینا گاو می‌پرستیدن. در جریان ذبح بقره بنی اسرائیل برای همین جهت است تا روشن بشه که از گاو کاری ساخته نیست، و احیای مجدد گاو هم برای همین جهت بود که بالاخره دیگری از گاو از بین میبره، حیات به اون میده، مماس به اون میده، دوباره زندش میکنه ماننده. ظاهرن اینها وطنیین بودن که گاو میبرد و حرف اون هم این بود. وقتی
درباریان فرعون به فرعون پیشنهاد دادن، گفتن این که موسی و قومش رها میکنید. حالا معلوم میشه که موسی تنها موسی و هارون نبود، موسی و قومش بود. ایده به او ایمان آوردن دیگه. لیفسدوا فی الارض و یذرک و آلهتک، اون افساد فرعون راجع به مسائل سیاسی و اون و یذرک و آلهتک ناظر به مسائل عبادی. فرعون هم در تهدیدش گفت به این که انی اخاف ان یبدل دینکم و ان یظهر فی الارض الفساد، من میترسم این موسی و قوم موسی هم مسائل سیاسی تونو به هم بزنن، هم مسائل عبادی و اعتقادی تونو به هم بزنن. این ظاهرش تفکیک کرده بود. وقتی همچی پیشنهادی را درباریان فرعون به فرعون ارائه کردن، او جواب نگفت که من با موسی درگیر میشم. گفت نقتل و ابناءهم و نستحی نساءهم و انا فوقهم قاهرون. اونا گفتن اتحذروا موسی و قومه. فرعون تهدید قوم را ذکر کرد اما تهدید موسی را ذکر نکرد. تهدید قوم را ذکر کرد، گفت که سنقتل ابناءهم، ما پسرانشون رو میکشیم که دیگه اونا نتونن مبارزه کنن، زنهای اونها را زنده نگه میداریم برای خدمت کردن و مانند آن. گاهی نساء در قبال ابناء معلوم شه خواهرها هستن، یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. او رو گفتن به این که اگر این بچه ها پسر بودن میکشن، دختر بودن نمیکشن. این نسا در قبال ابنا و معنی دختر خواهد بود. نظیر اون چی در سوره مبارکه مباهله آمده که نبن و ابنا انا و ابنا کن و نسا انا و نسا کن، چون جا نسا معنی دختر است در قبال ابنا. چون غالبا اون چی که در قرآن کریم نسا را در مقابل ابنا قرار میدهد، معنی خواهر در برابر برادر یا دختر در برابر پسر. یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، یعنی پسرها رو میکشتن دخترها رو میگندشن. اینجا هم میتوانند گرچه نساء یعنی زن خواهر اونا هم هست البته. حالا باید بررسی کرد که چرا فرعون از موسی سخن نگفت. دید نمیتواند، او پیروز شد بر اون صحنه مسابقه عظیم و ان یحشر الناس ضحا، پیروز شد، حرفش در مردم مصر دیگه حالا اثر گذاشت، نمیتونه او رو از بین ببره. ولی نسبت به قومش هم تهدید کرد. قال سنقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم. ولی ما بالاخره فوق اینها قاهر، اینا تان این که بتوان افساد فرعون کنند یا مراسم بت‌پرستی را برطرف من ندارند. والحمد لله رب العالمین.